د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام ژوندۍ ته راغلاس د چین د رئیس جمهور سفر پاکستان ته اقتصادي کوریډور په دغه باندې موږ پرون بحث درلود خو لیکن څنور اړخونه هم داسې شته دي چې پرون په بحثونو شو غوړونو هغه بحث ته ادامه ورکړو د نوو میلمنو سره یو ډېر مهمه پروژه یو ډېر استثنایي فرصت خو په خوا کې یو څه ننګونې هم لري نن غواړو په همدغې موضوع باندې خبرې وکړو په دغه بحث کې موږ سره میلمانه دي ښاغلی سید مهدي منادی د پوهنتون استاد زموږ بل میلمه دی ښاغلی زبیر شفیقي د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر او زموږ درېیم میلمه دی سید استاد سید مسعود کابل پوهنتون استاد ستړي مه شئ پخیر راغلی جناب منادی صاحب کوریدور اقتصادی چین یک پروگرام بسیار کلانه به نام کوریدور اقتصادی و از چند جهت یک جهت آسیای مرکزی و به طرف اروپا میره جهت دیگهش کاشغر تا به گوادر است و کوریدور سوم نیپال و بنگلادش و هند است چه قسم ارزیابی میکنین یک حرکت بسیار کلان استراتژیک تنها بحث اقتصادی یا فراتر از بحث اقتصادی هدف چین چیست از این حرکت بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما همکاران بحث و بینندگان عزیز چین برای تامین امنیت انرژی خودش و یا برای تامین گسترش راه های ترانزیتی و انرژی خودش در منطقه برای آینده ضرورت به سرمایه گذاری است کشوری که یک جمعیت بسیار کلانی را در خود احتوا میکنه هر روزی که بر سمت آینده میره ضرورت به انرژی بیشتری ضرورت داره و یکی از راه های در واقع تامین ای انرژی در واقع راه های ترانزیتی است که از طریق راه ها باید بتونه یعنی امنیت و در واقع انرژی مورد نیاز مردم خود را در اینجا کسب بکنم منطقه غرب چین یک منطقه است که در اونجا انرژی و دسترسی اونها به انرژی خاورمیانه از دیرباز کمی و سختی دسترسی پیدا میشد و بر اساس یک طرحی تحت عنوان مارچ وست استراتژی یا مرفه سازی مناطق غربی چینایی ها تلاش کردند که این منطقه را یعنی با هدف یعنی در واقع مرفه سازی تامینات امنیتی او را هم انجام بدن یعنی اینکه بحث اویغورهای مسلمان که در منطقه غرب وجود داره در واقع بیای شرایط را فراهم بسازه که از طریق رفاه تمام راه‌ها از ایالت سنکیانگ میگذرم بله این کوریدوری که به سمت گوادر میره در واقع این کوریدوری است که مسیر یعنی دریا را یا مسیر دریا را به منطقه سینکیانگ متصل میکنه و از این طریق است که اینها هم یک راه تازه‌ای را به دریای عرب باز میکنن و یا یک مسیر تازه‌ای که در واقع بتونن از این طریق اینها یعنی روابط ترانزیتی و روابط تجاری و روابط یعنی انتقال انرژی را از اونجا به دست بیارن و بر اساس چنین راهی است که اینها میخوان در گوادر یک سرمایه‌گذاری همیشه را تا به حال به نظر میرسه که نزدیک به 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردن و 46 میلیارد دلار دیگه بر اساس سفر است که مستقیم و به غیر مستقیم در طی 51 پروژه‌ای که در این کشور سرمایه‌گذاری کردن و بر اساس پروژه ها میخوان که این بندر را به عنوان یک بندر تجاری آزاد تبدیل بکنه و این بندر تجاری آزاد به صورت بالقوه و بنیادی شرایط را فراهم بسازه که در واقع چینایی ها میتونن هم از فرصت هایی که در این بندر سرمایه گذاری کردن استفاده کنن و هم بندر مناطق سینکیانگ را در واقع مرفه بسازن هم به صورت امنیتی در منطقه یعنی خلیج فارس یا بگیم خلیج عرب یا تنگه هرمز به او طرف یعنی تا حد نفوذ امنیتی پیدا کنه شما میفهمید که در منطقه خلیج عرب یا فارس در اون منطقه دبی یک بندر تجاری بسیار مهم است اما با
اهمیت یافتن گوادر در واقع احتمالی که گوادر بتونه به عنوان یک جایگزین در دبی مطرح شه این مطرح است. و چون با توجه به اهمیت گوادر در واقع تنگه و در ورودی دریای یعنی خلیج فارس قرار داره و این عامل باعث میشه که این در واقع میتونه به عنوان یک جایگزین ترانزیتی برای کل کشورهای منطقه اروپا و کشورهای دیگه منطقه قرار بگیره. و بنابراین بر اساس سرمایه‌گذاری چین در این منطقه و به نظر میسه 66 میلیارد دلار اینها تا چند سال آینده سرمایه‌گذاری میکنن و بر اساس سرمایه‌گذاری اینها تلاش دارن که مستقیم و غیر مستقیم در واقع منافع اقتصادی خود را اینجا تامین بکنن. یک بود دیگه چیزی که شما طرح کردین بحث امنیت است. من برداشتم نیست که بیشترین تفسیرها و تعابیر امنیتی از طرف پاکستان صورت میگیره. پاکستان با توجه به اینکه به عنوان یک کشور مهم در جنوب آسیا است و رقابت های امنیتی با هند داره و در سوی دیگر تعاملات امنیتی پاکستان در خاورمیانه به گونه ای است که از پاکستان به عنوان یک بازیگر امنیتی در بازیگر در منطقه جنوب آسیا یاد میکنه. تعامل و نزدیکی پاکستان با چین در واقع یک بود امنیتی و توان امنیتی پاکستان رو در اینجا افزایش میدن. اما به صورت کلان از زاویه چین هرگاه شما نگاه میکنین یک طرحی دکتر سبب اینجا هست، یک طرحی وجود تحت عنوان اقتصاد دولتی یا اقتصاد مرکانتیلیستی. هرگاه یک کشوری اقتصاد دولتیش در اینجا افزایش پیدا میکنه به صورت بالقوه و به صورت بنیادی توان دولت برای سرمایه گذاری سر مسائل نظامی هم افزایش پیدا میکنه و این به صورت بنیادی توان چین در منطقه افزایش میده برای سالهای آینده و چین به عنوان توان چین من حیث ظهور یک ابرقدرت افزایش میفهم. دقیقاً نکته مهمی که در اینجا بسیار اهمیت داره، اقتصاد و سرمایه گذاری چین در بندر گوادر اقتصاد دولتی است و بر اساس تئوری های مرکانتیلیستی در اینجا اقتصاد دولتی شرایط را فراهم می‌سازد که نفوذ امنیتی چین در این منطقه هم در کنار سرمایه‌گذاری های اقتصادیش هم شکل می‌گیرد و این سرمایه‌گذاری امنیتی و اقتصادی در دراز مدت زمینه ظهور یک قدرت بزرگ به تعبیر شما در منطقه را فراهم می‌سازد. درست. پس اهمیت این پروژه چند مرتبه بیشتر میشه، هم برای چین و هم برای قدرت‌هایی که تهدید از این پروژه، مثلا امریکا که در اینجا حضور داره سرش پسان بحث میکنه برای از او چی مانه را داره و اگه این بندر گوادر تنها راه یا مسیر صادر نمودن کالاها نیست بلکه منبع دسترسی به تنگه هرمز و تیل شرقی میانه است، اهمیتش اندازان بیشتر شده میره و مانایش برای امریکا چی سر از اون پسندتر صحبت میکنیم. خب شفق صاحب، در دقیق مسئله امنیتی الخ چین یو دیر ستر گام پورته کرده، یو دیر مرکزی تکی گوادر ده، دلتا امریکا مخکې نه حضور لري، اگه امریکا چه پدغه منطقه که خپل اهداف لري، د امریکا حضور او دغه اهداف ته نظر وکړو، چین او امریکا به دلته د دغه پروژې نه وروسته خصوصا سیالۍ خواته لاړ شي که همکارۍ خواته په دغه منطقه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل نیوز ټولو درنو لیدونکو ته او د بحث میلمنو شریکانو ته او تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ځواک صاحب، د چین او امریکا ترمنځ د همدغه ګوادر د بندر په سر او د قراقرم په د لارې چې ده اوس د یوه غټ پلان د مخې د هغې هغه پخواني حجم نه ډېر زیات یو لوی پروګرام دلته پلی کېږي. د دې نه وړاندې د چین او د امریکا مخالفتونو څه نښې تاسو په شاهدان یو لیدلی هم دي. معنا یې همدغه ده چې امریکا ته د چین دغسې د خپلو سرحدونو نه راغځېدل او ستراتیژیکو اقتصادي مرکزو ته او بندرونو ته نږدې کېدل دا امریکا ته د منلو وړ نه دي، ته کومه حده یې چې توان وي و به یې نه مني، ته کومه حده یې چې توان وي مخه به یې هم ونیسي. زه داسې فکر کوم چې اتا ټکر به هم پکې راشي. دا چې
چین و خپل هغه نرم استراتیجی چې د دنیا په مقابل کې درلوده د امریکا د سیاستونو په مقابل کې ډیره نرمه پالیسی تر اوسه غوره کړې وه، هیڅ ځای هم د ټکر پالیسی نه ده غوره کړې. چېرته چې پوهیږي چې امریکا سره دوی په ټکر اوړي، په هغو ځایو کې تر اوسه پورې چین حوصله کړې دا چې دې نه وروسته دا ټکر به چېرته وي که چین او امریکا تر کاره ده چې مستقیما د دوی ترمنځ خو ټکر نه کېږي، نو میدان به افغانستان وي. نه خبره دا ده، وروسته به زه دې خبرې ته راشم چې تر اوسه پورې په ډېرو ځایو کې امریکا چې کله پیشقدمي کړې د چین د کلابندۍ دپاره، هغه که په لرې آسیا کې په هانګکانګ او په ویتنام او په کوریا کې کوم اقدامات دي د چین د کلابندۍ دپاره، او هغه که په مثلا په جنوبي په شمالي افریقا کې په سودان او په لیبیا کې دي. په سودان او لیبیا کې داسې ویل کېږي، د استاد شاید ډېر ښه پرې وپوهېږي ځکه په معلومات به ډېر دقیق ورته لري، خو ته کومه چې ما لوستي چین په دې وروستیو کې سودان او لیبیا کې په میلیاردونو ډالرو سرمایه ګذاري کړې وه، او دا سرمایه ګذاري د پراختیا په حال کې وه. یو دلیل په لیبیا او په سودان کې چې سودان تجزیه شو، جنجالونه پکې راغلل او لیبیا ټوټه ټوټه شوه، یو دلیل یې همدا ښودل کېږي چې غوښتل یې د چین د سرمایه ګذارۍ مخه ونیسي. یو هغه دا و. اوس په دې اقتصادي مسایلو چې نو استاد ښه پوهېږي زه زیات په دې تبصره نه کوم. بله خبره چې د چین او د ګوادر بندر پر رابطه چې کله چینایان دلته راغلل په پاکستان کې اقدامات کول، په 2009 کال عبدالله مسعود څو چینایان وتښتول، د هغې نه وروسته د عبدالله مسعود او د پاکستان روابط خراب شول. ګوره عبدالله مسعود داسې څوک و چې یو کتاب دی په هغو کې راغلي چې د ISI سره اسلامې رابطې وې، بالاخره په افغانستان کې ونیول شو، ګوانتانامو ته لاړ، د بند نه وروسته چې بېرته راغی. عبدالله مسعود هماغه کس دی چې چینایان پاکستان یو والي ورته د سولې محافظ که داسې یو خطاب ورکړی و که نه، کله چې دوی ترمنځ سوله وشله هماغه سولې فلختي دي کوم د هغه د کومې قول اردو قومندان یې چې ورته، نو هغه څوک و چې دوی سره یې د سولې ده، یعنې روابط یې ډېر نږدې وو. کله چې دوی د چینایان وتښتول، وروسته د هغو نه په دې سړي دغه تورونه هم ولګېدل چې دای په ګوانتانامو کې اصلا په اصطلاح تربیه شو، راولېږل شو، د امریکا د ګټو لپاره یې کار کاوه. یو دلیل یې دوی همدا ښو چې چینایانو غوښتل ګوادر بندر کې کار کاوه، د لاره باندې کار کاوه، هغه یې بندیان کړل، بیا یې چې بېرته را خلاصول یو یې پکې مړ شو. بخښنه غواړم که افغانستان کې د امنیتي تړون دپاره د امریکا دغه هلې ځلې کوښښونه چې بالاخره کامیاب شو، او د هغه نه وروسته دلته په افغانستان کې امنیتي وضعیت په دې شکل اوښتلو، د داعش بحث و، د افغانستان شمال ته د بې امنیتۍ انتقال، دا ټول د چین د دغه ستر پروګرام مخکې د مخکې نه د مخنیوي په خاطر دي. زه دا اوس خو ځینې مسایل داسې دي چې په دې سیاسي او استخباراتي لوبو د هغو خپلو ډیزاینرانو نه یې پرته چا ډیزاین کړي، نور ټول په احتمالاتو غږېږي، په داسې څه غږېږي. موږ متاسفانه چېرې دومره یا پوهېږو یا پرې خبر یو، خو د احتمالاتو نه، د وړاندوینو نه، د ځینو داسې قرینو د اشارو نه داسې ښکاري چې دغه ټوله یوه لویه لوبه ده چې امریکا پکې داخله ده. امریکا دا اوس د پاکستان دغه اقدام چې دغه د لاره د چترال نه لاره دوی چپوي مخ په پنجاب، د پښتني سیمې او بلوچستان ته محروموي، په پنجاب یې داسې بېرته بیا په اوږده لاره راتاووي. څومره اوږده راځي او څومره قیمتي راځي، څومره ګرانه راځي، څومره لرې کېږي، دا ټول وخت پرې لګېږي. هم چین ته دا په تاوان ده، هم پاکستان ته. خو پاکستان زه فکر کوم چې د امریکا په اشاره په دغه کار ته هغه شوی وي. یوه ګټه به د دوی دا هم وي چې په پاکستان کې د پنجابیت په اصطلاح د ګټو هغه تصور ډېر زیات دی. خو دوام ټکی زه فکر کوم څه چې موږ ته اهمیت لري، تر ډېره حده دا دی چې د پښتني سیمې که د لاره پکې تېره شوه، دغه پښتني قبایلي سیمې او قبایلو ته نږدې دغه سیمې ټولې، دا به تمدن ته راشي، جنګ پکې ختمیږي، او دا جنګ ته هم تر اوسه هم پاکستان ضرورت لري، هم امریکا.
دوی نو د غوښ کوم نوې پروژه ده چې افغانستان شمال نه به وزیرستان جوړي یا د افغانستان نه به وزیرستان جوړي دا خو تر اوسه د امتحان د ازمایښت په حال کې ده که دغه ناکامه شي وزیرستان دوی باید د لاسه ورنه کړي وزیرستان باید په هماغه حالت وي که لاره تیری د تمدن کرښې پکې جوړیږي بیا به هغه ځای وزیرستان کیږي نه نو د هغه حالت نه به وځي زه وایم یو دا اوس د دغه پلانه ماته د لارې اړولم د دغه توطیع یو جز دی چې متاسفانه دغلته د جنګ د بدبختیو د نارامیو د جګړو د دغسې فتنو د دوام دپاره زمینه مساعده وي. جناب استاد اگر چین رای بسیار نزدیک و آسان و از رای گوادر به کشورهای شرق میانه افریقا و حتی اروپا به دست میره و از جانب دیگه به تیل و نفت منابع انرژی شرق میانه دسترس پیدا میکنه و طبعا مسئله کنترل نرخ و تجارت تیل در این منطقه که وجود داره اگه نفوذ چین در اونجا میرسه این به امریکا به چی مانه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام بر شما، سلام بر بیننده عزیز ما، سلام بر استاد و همچنان استاد عزیز ما، سلام بر شما همچنان. خدمت شما عرض شود که عمدتاً در حادثه قبلی ما یک نوع تعریف چینایی از منطقه به صورت جدیدش درک میکنم و این در حقیقت یک نوع جهش چینایی است که از دو سال به این طرف آغاز شده که چینایی ها از لاک خود آساسا بیرون میرن و در بیرون از منطقه و حتی بیرون از قاره در قصر مایزوری کنان انجام میتن. دو سال پیشتر از امروز چینایی ها اعلان کردن که پلان بالاتر از 400 میلیارد دلاری را برای سرمایه‌گذاری خارجی در حقیقت تخصیص میدن که یکی از او در حقیقت نمو 46 میلیارد دلار که فعلا نمای پاکستان امضا کردن. از این لحاظ پاکستان چینایی ها در حقیقت در درون سیاست های خارجی خودشان یک نوع حرکت و جایش های جدید را در درون منطقه ما بحث میکنن. همین قسم که جناب استاد گفتن و جناب استاد که راه‌های معین را به خصوص راه لاجورد از طریق راه ابرشم برای گوادر است که در اصل در تسخیر تمام منابع خلیج فارس و بحیر احمر و تنگه و حضور تنگه هرمز و همچنان در پاری دو طرف که از راه ابرشم حرکت میکنند رفتن به کسپیان و آذربایجان و ارمنستان و ترکیه و در مدیترانه پایین شدن و قبرس و یونان گرفتن و در آخرین نقطه‌ای که سرمایه بزرگترین سرمایه گذاری چین در اروپا تشکیل میکنه که ایتالیا است میرسانم خدا. رای دیگه شه که شما گفتید نیپال و انسان اینجا و غیره. از این فکر میکنم که در چنین حرکتایی که ما میبینیم نوع حرکتای رقابت تهاجمی را چینی ها مد نظر گرفتن به این معنی که فعلا چینی ها چینایی ها در حد رسیدن که سه تا هدف در قسمت سرمایه گذاری خارجی خود نشانی میکنن. اول یک رقابت گرفتن بازار که عمدتا رقابت بازار از سطح صنایع خفیفه و مواد غذایی باید بیرون برن و به سطح تکنولوژی برسن که تا هنوز خصوصیات بازاری چینایی ها در آمریکا و در اروپا مسئله صنایع خفیفه و مواد غذایی است که ارزان است و دارای تکنولوژی پایینتر و مورد قبول سطح پایینتر مردم آمریکا و اروپا. حالا تلاش میکنن که از این سطح در سطح بلندتر برن و صادر کنن بعض تکنولوژی ارزان برای کشورهایی که در سطح پایینتر صنعتی قرار دارن، اروپایی ها و کشورهای آمریکا به خصوص آمریکای لاتین که سرمایه گذاری کلان دارن، به خصوص برازیل و آرژانتین که حال در به خصوص برازیل که در سازمان بریکس حرف میزنه و آرژانتین بسیار علاقمندی داره که با روسیه و چین رابطه خود قائم کنن که این بسیار بر ما مونده است. دومینش تقویه او دوستای عنعنوی چینایی ها بحث میشه که میخواد از طریق کمک های چینایی و از طریق چی کمک های مادی و چی کمک های معنوی و چی مشورت ها توانمندی از اینا را در حد بالای رقابت منطقوی کش کنه که برای پاکستان است که یکی از نمونیش پاکستان که در مقابل هند در قطع تقویش میکنه و عمدتا هندی ها را مصروف میکنه با پاکستان به خصوص در قسمت مسئله مسابقات فضایی که پاکستانی ها بسیار کم آمدن در مقابل هندی ها و صنایعی که هندی ها آل میرن که برای رقیب کلانشان که برای از چین باشه رقابت بکنن و در دومین رده قدرت اقتصادی دنیا قرار بگیرن و آرام آرام در حقیقت اقمار بر خود پیدا کنن که برای از نیپال و بوتان و سریلانکا و بنگلادیش است. از این لحاظ
با مصارفی که در دی قسمت کشورهایی که دوستش از انجام میتن میخواین توسط از او در حقیقت بازارها را بگیرن به خصوص بازار آسیای میانه را از طریق دهلیز افغانستان باز کنه برش و در حقیقت ایندیها را ریشه‌هایش بکنه. در پالوش اینا تلاش میکنن که قسمت های دیگه سرمایه گذاری انجام بدن، چون چه استاد گفتن قسمت های دیگه سر در آفریقا و در کشورهای دیگه انجام میدن که میخواین در اونجا جای پای خود به وجود بیارن و در حقیقت حرکات که تولید چینایی که میدن چینایی را نشان بدن و از اون طریق نه ایدئولوژی بلکه در حقیقت اقتصاد و تاثیرات سیاسی خود به وجود بیارن. ولی متوجه باشن که مشروعیت این چین بزرگ با می بزرگیش مشروعیتش بازارهای آمریکا و اروپا تشکیل میکنه و این به این معنی نیست که در حقیقت رقابت قاطرانه چین بسیار معقول که در حقیقت سیاستهای بسیار معقول رو پیش ببرن در حقیقت نشان بده که این امرای آمریکا و امرای اروپا رقابت قاطرانه میکنن، با وجودی که مرکل در 5 سال پیش از امروز فیصله بسیار کلان را انجام داد که در حقیقت نوع خلاف تمامی قواعد بازار آزاد و بازار آزاد و بازار اجتماعی بود که گفت که هیچگاه سرمایه گذار چینایی نمیتونه که تصدیه های کلان و فابریک های کلان ما را خریداری کنه و یه نسا را بوجود بیاره. این معنی داره که نمی ممانعت که در سرمایه گذاری کلان چینایی به منظور نمی حراس وجود داره. بله. از این لحاظ چینایی ها با 100,000 میلیارد ذخیره که خودشان دارن و با یک بخش کلانترین و آزادترین بخش میلیارد دلار دارن، دلار ذخیره‌شون است. اینا با یک داشتن یک بالاترین و آزادترین منطقه اقتصاد مارکت باز هنگ کنگ است که بعد از 100 سال دوباره به چین بسته شد و چینی ها با معقولیت کلانش هیچگاه تلاش نکردن که نظام مارکت هنگ کنگ تبدیل کنن به رقم نظام خودشون در تحت رهبری حزب کمونیست، اگرچه رهبری حزب کمونیست در مجموع کار میکنن. اینا در حقیقت صادر کننده خوبترین تکنولوژی سطح متوسط به بالا است. شما میگین که رقابت با یعنی رقابت قاتلانه با امریکا نخواهد بود. من میگم که تا چینایی ها بله در مرحله اول فقط اگر جواب دریافت کنیم که معنای حرکات یا این جهش بزرگ اقتصادی چین برای امریکا چیست؟ من باز اول یک چیز به خدمت شما عرض کنم که عمدتاً چین در موقعیت نیست که با امریکا مبارزه کنه. متوجه باشین که یک اصطلاح انگلیسی بسیار انگلیسی جالب است، میگن که واقعیت سرسخت است باید قبولش کرد. یعنی ما آمریکای امپریالیست، آمریکای جهانخوار، آمریکایی که در حقیقت در مقابل یک جهان جهان است و جدا از او است، آمریکایی که یک قاره را در حقیقت چنگ انداخته و قارهای دیگر را مارا میگه که حرکات انجام بدن، در حقیقت این آمریکا بانو بزرگی است و چین آرام آرام نفس‌های پیشتر شما گفتین حرف بسیار جالب بود، نفس‌های را می‌کشه به منظور رفتن به سوی یک ابرقدرت کلانی که بتونه در مقابل آمریکا حرف را بزنه. هضمی لازم است که وقت برکس ایجاد میشه، برکس در مقابل آمریکا قرار میگیره، نه آمریکا در مقابل برکس. از این لحاظ من فکر می‌کنم که حرکات چینایی‌ها حرکات ساده از لحاظ آمریکایی‌ها نیست. ببینید که خود چین همین سایه چینایی ها یک مرکز یک سایه شایسته برای سرمایه گذاری آمریکایی است. اگر چین نفوذ پیدا میکنه در بازار نفت شرق میانه برای امریکا با سایه قابل پذیرش است. ببینید که عمدتاً آمریکایی ها بسیار چیز حرکت های جالب انجام میدن. مثلا شما ببینید که جمله 50 تا شرکت های چندین میلیتی 38 تا ازی که اکثریتش به دوش امریکایی ها است در چین سرمایه گذاری میکنن و اوباما در این گفت که ما 4 میلیارد دلار در این سرمایه گذاری میکنیم ولی یک بر پنجم سرمایه گذاری ما در چین است. متوجه باشین معنی داره که همه قسم که چینایی ها در اونجا سرمایه گذاری کردن، آمریکایی ها هم در اینجا سرمایه گذاری میکنن و در حقیقت تخمای اساسی رو میچینن. تخمای اساسی که ما بسیار میگم که این تخمه خطرناک است. لذا اینا به خاطر به دست آوردن اونم نفت و گازی که اونا دارن، ما میگم تا حد غربی ها اجازه میتن، در حد حرکت میکنن. در حد بعدی از این در حقیقت من فکر میکنم که چینایی ها از معقولیت درونی خودشان بیرون برن و اگر آمریکایی ها بخواید که چینایی ها رو مصروف کنن، بهترین وسیله برای از اینا هند است. از این لحاظ است که اوباما و غیره سر هند پسند بحث میکنیم، مایدهای استراتژیک امضا میکنن تا چنین چیز را سر هند پسند بحث میکنیم، لیکن بسیار مختصر بالاخره نتیجه ای تمام حرکات ایست که اضافه از 1 تریلیون چین پول نقد داره، ذخیره داره و تقریبا نصف تریلیون یا شاید اضافه کمتر امریکا قرضدار چین است.
پس این وضعیت بالاخره اگه به می ترتیب و با سرعت بیشتر از اون پیش میره با اقتصاد امریکا و ماشین کلان نظامی و استخباراتی امریکا چی پیامدی دارم؟ از لحاظ اقتصادی متوجه باشین استاد که چقدر که قرضدار آدم باشه در صورتی که قرض دوباره بتونن به کار بندازن که مالیات بیشتر داشته باشه مشکل ندارین. این قرض ماندن امریکا دو تقریبا بالاتر از 2.4 تریلیون دلار هم از زیاد قرضدار نمیالم. اون قرضدار است که به خاطر کار مندازن. معنا داره که یک تجاری که همیشه قرضدار باشه بسیار خوب است، مگر این قرض دوباره به کار پرته و دوباره از او مفادش بگیره بته. ولی من میگم که حرکات چین حرکات هشدار دهنده است. ما که میگم که وقتی چین از لاک خود بیرون میبره، وقتی میگم که چین اساسا با هند قدر بحث نمیکنه، چین وقتی که می پاکستان تقویه میکنه، او پاکستانی که هر دو کشور با هند در حقیقت یک نوع دعوای ارضی دارن و بتبت اینجا با مسئله کشمیر و غیره، چین آرام آرام میره که بره از نوع نارامیایی که در شرق میانه وجود داره، باز میگم از نوع نارامیایی که در شرق میانه وجود داره ایره دکه بده. ولی متوجه باشین که در طرف دیگه قضیه با وجودی که دوست چین است که ایران است و روسیه است، از طریق نفوذ اونو هم مطرح میشه. معنا داره که قدرت های منطقوی آل اساسا جهت های معین خود میگیره. تعریف معین بسیار جالب در چین از قدرت منطقوی خودش میده. معنا داره که میره که رهبری منطقه را آرام آرام داخل میگیره. یک مرحله جدید از رقابت های اقتصادی بسیار میشه. یک تعریف جدیدی که داخل یک مرحله جدید است برای تشکر یولند دمل رو گرن لودن کو دمین رستا بحث ایدم ورکو.